حوالی 6 صبح روز یکشنبه در اثر برخورد یک بس مسافربری 9580 با یک تانکر تیل در منطقه یخچال ولسوالی گرشک هلمند در مسیر شهرهای کندهار هرات 21 تن جان باختند و نزدیک به 30 تن دیگر نیز زخم برداشتند. در میان قربانیان این رویداد خونین زنان و کودکان نیز شامل هستند. سخنگوی والی هلمند میگوید که این رویداد در اثر به احتیاطی راننده بس مسافربری رخ داده است. از موجه معلومات پر اساس رستی ارقام دادی که یه ویشت نپره از موجه هیوادوال پا دیه پیشه که ویل سویدی او کردیش پوری کسان زخمیان دی. زخمیان این رویداد ترافیکی میگویند که هنگام برخورد بس مسافربری با تانکر تل آتش سوزی رخ داد و شماری از مسافران در آتش سوختند. هم پیش بودی که تاک مخول بیا کلن از اوش را دیگه آتش گرفت. یکی همین قزمه هست را این هم کلی جانی سوخت کرد. تسلا هم بود سیاسر هم بود دد و تسلای همه قدر جگر آدم خون میشه. شهروندان کشور از مسئولان میخواهند تا رانندگان را که در مسیر شهرها از قوانین ترافیکی سرپیچی میکنند سخت مجازات کنند. پول و دیروان از خدمت ما خواهش دادی چی دی باید پر لوی لارو بندی در مطر چلی باید دی خپل سرعت خپل مطر تیزوال تا باید دی پام دیر جدی پام پام دارم باید بود ستا سر پنزوس نپر پنزوس کسان سپاره دی دیر طول جون ستا پلاس که دی کتا احتیاط بکه ټول به صحیح سلامت ورسې که احتیاط ونه کړئ نو خو دغه نتیجه به داسې شی لکه کومش د هلمند پر لار رسوي. این در حالی است که بر اساس معلومات ریاست عمومی ترافیک در رویدادهای ترافیکی در 10 ماه پسین در سراسر کشور 1600 تن جان باختند و حدود 4000 تن دیگر زخم برداشتند.